بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام عرض میکنم. انشالله که روز روزگارتون خوش باشه، بهارتون خجسته باشه، ایامتون به نیکی و عاقبتتون به خیر انشالله. در واپسین فرازهای خطبه شعبانیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در استقبال از ماه مبارک رمضان، امیر المؤمنین علی علیه السلام از ایشون سوال میکنند که یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، ای رسول خدا بهترین و برترین اعمال در این ماه چیست؟ فقال رسول الله، پیامبر اکرم پاسخ میدهند یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، برترین و بهترین اعمال در ماه رمضان دوری کردن از گناه و پرهیز از معصیت خداست. ورع به معنای نزدیک نشدن به گناه است، نزدیک نشدن به حریم معصیت است. ثم بکا، پس از اون پیامبر گریستند. فقلت یا رسول الله ما یبکیک، امیر المؤمنین علیه السلام سوال میکنن که یا رسول الله چه چیزی شما رو گریاند؟ و پیامبر پاسخ میدهن یا علی ابکی لما یستحل من کفی هذا الشهر کعنی بک و انت تسلی لربک و قد انبعث اشق الاولین شقیق و عاقر ناقت ثمود فضربک ضربتن على قرنک فخذب منها لحیتک فخذب منها لحیتک. فرمود ای علی بر این میگریم که حرمت تو در این ماه شکسته میشود، گویا میبینم تو در حال نماز برای پروردگار خیشی که نگون بخترین اولین و آخرین، همو که برادر پی کننده ناقه ثمود است، برمیخیزد و بر فرق سرت ضربتی میزند و محاسنت را از خون سرت رنگین می کند. امیر المومنین علیه السلام پس از شنیدن این خبر از رسول خدا از ایشون می پرسد که افی سلامت من دینی یا رسول الله، در این حادثه آیا دین من در سلامت می ماند؟ پیامبر می فرماید آری علی جان، دین تو در سلامت خواهد بود. سپس پیامبر اکرم فرمود یا علی من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی، علی جان هر کس تو را بکشد مرا کشته است و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است و هر کس تو را ناسزا گوید مرا ناسزا گفته است، چرا که تو از منی همچون جان من، روح تو از روح من است و سرشت تو از سرشت من. خدای متعال من و تو را آفرید و من و تو را برگزید و مرا برای پیامبری و تو را برای امامت انتخاب کرد. هر کس امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. ای علی تو وصی من، پدر فرزندان من، همسر دختر من و جانشین من بر امتم هستی. در حال حیاتم و پس از مرگم فرمان من فرمان تو فرمان من است و نهی تو نهی من است. سوگند به خدایی که مرا به نبوت برگزید و مرا بهترین آفریدگان خیش قرار داد، تو حجت پروردگار بر خلق اویی و امین او بر رازش و جانشین او بر بندگانش.